دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظر ام ام ای، درود بر شما. بریم به وزن 57 کیلوگرم چند از کشتی های توماس گیلمان امریکایی رو، این چهره رو با هم ببینیم که احتمال داره در المپیک حضور داشته باشه. دارنده برنز المپیک، قهرمانی جهان، طلای جهان. بریم چند از کشتیاش رو با هم ببینیم. دو تا کشتی با سرلک گرفت و سرلک رو دو بار شکست داده. بریم ببینیم نقاط ضعف و قوتش چی هستش. این چهره توماس گیلمان از امریکا، نماینده وزن 57 امریکایی ها، که احتمال در المپیک حضور داشته باشه. البته اگر بتونه حریفای خودش رو در انتخابی شکست بده، یکی از نقاط قوت بارزش زیرگیری هستش. بلافاصله مثل برق و باد به پا میرسه و عموما هم از سمت چپ زیرگیری میکنه گارد مخالف. یک بایدی زیرگیری وقتی هم به پا میرسه کاملا مسلط جمع و جور میکنه و باید یا تشک خارج شی یا خاک بشی. بچه های ما هوشیار باشن. ببینید باز هم سمت چپ زیرگیری میکنه و به پا میرسه. وقتی هم پا رو میگیره کاملا گلاب میکنه دستا رو و نمیشه دیگه دستاش رها شد. توماس گیلمان از امریکا. یک بایدی ببینید خیلی راحت گارد با این کشتی کاملا باید پایین و بسته باشه. دست و پا رو باید تو مسیری قرار بدیم که توماس گیلمان حتی فکرشو نکنه که میتونه زیرگیری کنه. یک بایدی به سمت چپ پا و خاک میکنه. یه خم، دو خم و خاک. عرض کردم شگرد داره. یکی از شگردهای اصلیش که 90% امتیازاتش رو میگیره در مقابل حریفاش زیرگیری هستش. اینجا اومد با زیرگیری کنه که حریف مقاومت کرد ولی با بدنکاری یک بایدی خاکش کرد. یک بایدی که زیرگیری پا رو میگیره به هر ترتیب هست دیگه باید خاک بشی و ببینید توش یه بار انداز. عرض کردم 90% امتیازاتش رو ارزگاه، البته تو خاک همچی بار اندازایی هم میزنه ولی خب 90% امتیازاتش رو با زیرگیری به دست آورده. یک بار دیگه زیرگیری و خاک. گارد کاملا با این کشتیگیر باید پایین باشه. گارد یه لحظه بشکنه میاد به پا میرسه. سرعتش تو زیرگیری نمیشه گفت مثل کامران قاسم پوره ولی خب زیرای خوبی میزنه. باید بچه های ما هوشیار باشن. حالا هر کدوم بچه ها نمیدونم، میلاد والیزاده، محمد جوان یا خود سرلک، هر کدوم که بتونن تو انتخابی خودشون رو به المپیک برسونن، امیدواریم که اگر در مقابل این کشتی قرار گرفتن هوشیار باشن. بریم کشتی های علیرضا سرلک رو ببینیم. دوبار کشتی گرفته، هر دوبار شکست خورده در مقابل گیلمان. ببینیم چرا شکست خورده و چه ناحیه امتیاز داده به این کشتی گیر. فینال وزن 57 کیلوگرم قهرمانی جهان اسلو نروژ رو با هم ببینیم. راست هم دیگه کار میکنه. کشتی امریکایی دستش تا به اینجا کار بهتر کار کرده و درخواستی کمکاری میشه برای کشتی گیر ما. داور کمکاری دوم رو هم نشون میده و شاتگراگی رو حالا فعال میکنن روی علیرضا سرلک. 30 ثانیه زمان داره. اگر نتونه امتیازی بگیره یک امتیاز برای گیلمان ثبت خواهد شد. خب 30 ثانیه به پایان میرسه و یک امتیاز میگیره. ببینید اینجا یک بردی اومد برای زیرگیری. گارد کشتیگیر ما ببین کجاست. گارد کشتیگیر ما چقدر باز شده. ببین کشتیگیر ما کجا قرار داره و گیلمان کجا و یه لحظه به پا میرسه. پا رو هم میگیره دیگه رها نمیکنه، کاملا مسلط. و اینجا مقاومت زیادی علیرضا سرلک رو ما هم ببینیم. بارها شده حسن یزدانی با اینکه مسلط کشتی میگیره و خیالم ازش راحتی، وقتی تو این موقعیت قرار میگیره خودش برمیگرده و خاک میشه، دو امتیاز از دست میده ولی خب تو خطر نمیفته. ببینید اینجا علیرضا سرلک چجوری به خطر افتاد. خیلی مقاومت کرد که خاک نشه ولی خب توماس گیلمان اینجا مایه فیتیل بارانداز رو جمع و جور کرد به هر ترتیبی بود. یه جایی مقاومت بیفایده است و بیشتر آدم تو خطر میفته. ببینید اینجا شانس آوردیم که میانه تشک نبود و گلم تیز کار رو تموم کنه. داور هم سود زده بود قبل از اینکه مایه فیتیل بارانداز رو جمع و جور کنه و بارانداز بزنه. یه دوتای دیگه اینجا خواهی کرد و گرفت نتیجه کشتی 3-0 شد. حالا به سود توماس گیلمان امریکایی ثانیه پایانی و 3 دقیقه اول اینجا به پایان رسید. ببینیم 3 دقیقه دوم چه میکنن.
کرد، بیا امریکا توصیه لازم رو میدم به توماس گیلمان. توماس گیلمان که 3 دقیقه دوم عموما کم میاره، مخصوصا 1 دقیقه آخر. بچه های ما اگر بتونن یه مقدار خستش کنن، مقاومت کنن، میتونن 3 دقیقه دوم شکست بدن کشتیگیر رو و حتما حتما نباید قاردشون بالا بیاد. یه قاردی مثل رحمان عموزاد میخواد توماس گیلمان. توصیه لازم رو حالا پژمان میده برای 3 دقیقه دوم. ببینید 3 دقیقه دوم چه میکنه در مقابله این کشتیگیر. دنده برونز المپیک یک پایی 3 دقیقه دوم آغاز میشه. ببینید قارد کشتیگیر ما چقدر بالا بود. یک پایی دیگه بلافاصله خودش رو به پا رسوند و اینجا ببینید آرون بارایش در مقابل دیوید تیلور، زیرهای دیوید تیلور چطور تونست اداره کنه و نزدیک بود هم تیلور رو شکست بده. نتیجه 5-4 تیلور شکست خورد. ببینید اینجا تیلور علیزه سلب، ببینید دستش کجاست. اینجا آرون بارایچ میزد زیر کتف تیلور و تیلور رو رها میکرد، اجازه نمیداد دستش جمع و جور بشه، رها نمیکرد که بره برای خیمه و این حرف و یا پاها رو به عقب. بلافاصله اینجا میزد زیر کتف قبل از اینکه حریف مسلط بشه، در قبل از اینکه تیلور بهش مسلط بشه. اینجا وقتی حریف میومد ببینید الان جای درستیه کشتیگیر ما دستش زیر کتفه، ولی خب اون قدرت لازم رو نمیاره که دست رو باز کنه از هم دیگه. اجازه میده کاملا کشتیگیر امریکایی مسلط میشه بهش، دستا رو قلاب میکنه و اینجا دیگه نمیشه کاری کرد. وقتی پا رو گرفت دیگه یا باید خاک بشی یا از توشک خارج بشی، خیلی که زرنگ بشی. ببینید کاملا دستا مسلط پشت پای کشتیگیر ما و خیلی سخته که تو این شرط خودت رو رها کنی. و اینجا به هر ترتیبی هست دیگه کشتیگیر ما رو خاک میکنه. عرض کردم تو این شرایط وقتی گیر افتادی دیگه سخته، قبل از اینکه به اون مرحله برسی که دستا رو کاملا گلاب کنی باید کار رو تموم کنی و فریادهای پژمان درست کار. اینجا چقدر زیبا دورش زد. ببینید پس توماس گیلمان با اینکه زیرگیر خوبیه زیر هم راحت میده، فقط باید هوشیار باشن بچهای ما. ببین اینجا با این سرزیر بغل جانانه تونست دورش بزنه، تو قارد مخالف خیلی راحت دورش زد و توماس گیلمان رو ببینید ثانیه‌های پایانی از کرده، مخصوصا 1 دقیقه آخر کاملا خسته نشون میده گیلمان و انرژیش تحلیل میره. اینجا نتیجه کشتی 5-2 شد. یک بار دیگه ببینیم صحنه آهسته این حرکت رو، خیلی زیبا قسمت مخالف یه سرزیر بغل و خاک کرد و فریادهای لازم توسط پژمان درست کار که داره انرژی روحیه میده. ثانیه‌های پایانی یک بار دیگه رو به جلو اینجا اتوشه خارج میکنه و یک امتیاز میگیره. چه گشتی 5-6 ثانیه تا پایان گشتی رو به جلو همچنان تحت تعقیب گذاشته. یه لحظه میره که اتوشه خارجش کنه و اینجا زمان به پایان میرسه. این 6 ثانیه ها، این 10 ثانیه هایی که پایان کشتی میمونه، بچه های ما دیگه باید به خودشون ایمان داشته باشن که 6 ثانیه برای 2 امتیاز زمان بسیار زیادیه، بسیار زیاده. بارها شده تو 100 ثانیه بچه ها 4 امتیازی گرفتن یا حتی 4 امتیازی دادن. بچه ها نباید خودشون رو ببازن، تو ثانیه های پایانی هم میشه امتیاز گرفت. ببینید خیلی راحت میتونست به پا برسون حریفی که جلوه داره با استرس دفاع میکنه، ولی تو دیگه چیزی برای باختن نداری. اینجا مسابقات قهرمانی جهان، علیرضا سرلک تونست به مدال نقره برسه و گیلمان طلا گرفت و ناراحتی علیرضا سرلک. البته نقره جهان هم نقره کمی نیست، ولی خب ما عادت داریم که همیشه بچه های ما طلا بگیرن. خب بریم به کشتی دوم علیرضا سرلک در مقابل توماس گیلمان. مسابقات رنکینگ‌دار اتحادیه جهانی کشتی 2022 که در تونس انجام شد. ببینیم چه میکنه. یک بار دیگه ببینید چقدر راحت به پا رسید توماس گیلمان. گارد کشتیگیر ما ببینید چقدر بالاست. کشتیگیر ما گاردش بالاتر از گیلمانه و بلافاصله بعد از سود میاد و به پا میرسه. و اینجا به هر ترتیبی هست پای کشتیگیر ما را از توشک خارج میکنه. بچه کشتی 1-0 میشه به سود گیلمان. همچنان تحت تعقیب گذاشته کشتیگیر ما رو و اینجا اختیار کمکاری رو میدن به کشتیگیر ما. یک بعدی اومد بر زیرگیری.
حالا شاد کلاک رو هم فعال میکنن روی علیرضا سرلک. سرعت کشتی امریکایی بالاتر بود و 30 ثانیه زمان در اگر نتونه امتیازی بگیره یک امتیاز دیگه برای گیلمان ثبت خواهد شد. یک بدی ببینید چقدر گارد کشتی گیلمان بالاست در مقابل کشتی با اینکه میدونه گیلمان فقط زیرگیری میکنه، شگرد داره زیرگیری رو. ببینید گارد کشتی گیلمان رو اینجا آرون باروکسه که میتونه تیلور رو از کار بندازه. دقیقاً درست همینجا دست کشتیگیر ما ببینه کجاست، اینجا باید بیاد زیر کرد نه پشت گردن حریف. خودش داره کمک میکنه که توماس گیلمان به پای علیرضا سرلک برسه. اینجا خواهش میکنم اگر ندیدین اون ویدیو رو حتما بریم ببینید، ویدیو کشتی آرون باروکس با تیلور رو. تو این قسمت بلافاصله میزنه زیر کرد، دست میاد زیر کرد و اجازه نمیده که دستو کاملا گلاب بشه. ببینید کاملا میاد میرسه به پا و اینجا دیگه زیر کرد اثری نداره، پا رو گرفته کاملا مسلط هر دو دست گلاب کرده و خیلی سخت از دستش رها شدن. اینجا توشه خارج میشه و یک امتیاز از دست میده و 30 ثانیه شاتکراک هم به پایان میرسه و یک امتیاز هم بخاطر شاتکراک میدن به کشتیگیر امریکایی. حالا تو برگشت سطح تعقیب میذاره رو به جلو و تو شلوغی ها به پا میرسه و تعادلش رو به هم میزنه و یه دوتایی دیگه میگیره. نچه کشتیگیر سه بر دو میشه در 3 دقیقه اول مسابقات رنکینگ‌تان اتحادیه جهانی کشتی تونس 2022. بریم به 3 دقیقه دوم ببینیم سرلک چه میکنه. ببینید یک بار دیگه گارد کشتیگیر ما باز هم بالاتر از کشتیگیر امریکایی هستش و توصیه لازم که پژمان درست کار میده به شاگردش. یک بار دیگه ببینیم به پا میرسه، باز هم همون شگردی که عرض کردم. قبل از اینکه اینجا دست سرلک رو ببینید کاملا زیر کتفه، هنوز دست دوم گیلمان نیومده که کاملا گلاب کنه. اینجا باید بزنه زیر کتف و خودش رو رها کنه. اون کشتی آرون باروکس و دیوید تیلور واقعا یه کلاس تمرینی برای بچه ها. وقتی که زیر میدن چطور بتونن خودشون رو رها کنن. اینجا بچه های سعی میکنن، همشون سعی میکنن بدن رو به عقب بدن و خودشون رو رها کنن، ولی آرون باروکس اینجا میزنه زیر کت قبل از اینکه دست دوم بیاد و جمع و جور کنه. دست سرلک همین الان جای خوبیه، میتونه بلافاصله زیر کت بزنه و خودش رو رها کنه، ولی وقتی که رها کردیم اینجا دیگه دست گلاب شد. ببینید کاملا تو این قسمت دست دیگه گلاب شد، دیگه خیلی سخته رها شده از این فن و اینجا هم زیرکی میکنه. ببینید پا رو کاملا زد پشت پای کشتیگیر ما و یه چارتایی گرفت. اینجا کاملا کند کشتیگیر ما رو. البته مربی ما چالش کردن، شما هم دوستان نظرتون رو بدید. یه چارتایی دادن به کشتیگیر امریکایی، درخواست چالش شد و ببینیم نظر هیئت جوری بعد از چالش چیه. شما هم دوستان نظرتون رو حتما به ما بگید این صحنه رو، عزیزانی که به فنون داوری بیشتر مسلط هستن. ببینید اینجا کاملا کند کشتیگیر ما رو و به پول زد. یه چارتایی دادم به کشتیگیر امریکایی، مربی ما چالش کردم و متاسفانه چالش هم لاست و چالش رو واگذار کردیم و یک امتیاز دیگه به گیلمان تقدیم کردیم. نچه کشتی 8-2 یک باید اومد به زیرگیری. تو برگشت کشتیگیر ماست که زیرگیری میکنه و گیلمان رو خاک میکنه. ببینید تو شلوغی ها گیلمان خودش هم زیر خوب میده، بستگی داره که کشتیگیر ما گاردش چقدر باز باشه و زیر بده به کشتیگیر امریکایی. نچه کشتیگیر 8-4 میشه. کشتیگیر ما گارد کشتیگیر ما رو ببینید چقدر بالا هست متصور با این کشتیگیر. یک بری دیگه و فریاد ناراحتی پژمان درست کار. یک بری سرشاه زیرگیری از راه دور. ببینید شگرد بچه های میره خیمه سنگین و بدن رو میدن به عقب و حالا دیگه گیلمان اینجا مسلط شد، دیگه یک بار دیگه مسلط شد. قبل از اینکه دستا کاملا گلاب بشه بچه های ما خودشون رو رها کنن. دست پا رو که میگیره دیگه سخته از دست حریف فرار کرده و اینجا یک بار دیگه اتوشه خارج میکنه و نتیجه کشتی 9-4 میشه. یک بار دیگه رو به جلو تحت تعقیب میذاره گیلمان رو و به پا میرسه. عرض کردم ببینید خودش هم گیلمان با اینکه زیرگیر خوبیه ولی تو شلوغی ها
خوب زیر میده و امتیاز از دست میده. چه کشتی 9/6. حالا ما به این انرژی به اون روحیه اینجا احتیاج داریم. بچهای ما ثانیه پایانی. ببینید کشتی آمریکایی کاملا خسته شده، بریده. 20 ثانیه زمان داره و 20 ثانیه زمان بسیار زیادیه برای سه امتیاز. بارها شده صدم ثانیه پایانی بچهای ما 4 امتیازی گرفتن یا حتی 4 امتیازی دادن. مهم اینه که چقدر کشتگیر به خودش ایمان داشته باشه. چه کشتی 9/6 و فریادهای مربی ها که 20 ثانیه زمان داره و میتونید جبران کنید. ببینید عرض کردم 3 دقیقه دوم ثانیه پایانی معمولا کم میاره کشتگیر میکنید. سهلک یه مقدار دیر شروع کرد، دو به جلو ساعت دقیق و اینجایی که امتیاز و پژمان درست کارم اعتقاد داره که یه امتیاز میتونستم به خاطر فرازفند بدم به کشتیگیر ما. ببینید یک بار دیگه کاملا کشتیگیر امریکایی بلند شد و رو به عقب حرکت کرد، کاملا بریده کشتیگیر امریکایی. حالا 13 ثانیه زمان داریم و برای 2 امتیاز فقط یه خاک میخوایم که این کشتیگیر رو شکست بدیم. ببینیم چه میکنه علیرضا سهلک در ادامه کار. حالا زیر از کشتیگیر امریکایی از راه دور چشم بسته که کشتی رو نگه داره به نفع خودش. ببینید شگرد امریکایی تو سرشاخ تو سرپا نمیان هی دور بزنن فرار کنن، میاد زیرگیری میکنه به پا میرسه و تو همون حالت سعی میکنه نگه داره و کشتیگیر ما هم متاسفانه نتونست کشت رو رها کنه. از کردم دست رو که قلاب میکنه دیگه سخت خودت رو رها کنی و اینجا کشتیگیر امریکایی این کار رو انجام داد. کشتیگیر ما هم سعی کرد بره و یه فیتو دیگه چاره هم نداشت، ثانیه پایانی بود، باید به هر دری میزد. متاسفانه فیتو رو زد ولی کشید رو خودش و یه دوتایی دیگه از دست داد تو این صحنه و متاسفانه یک بار دیگه از این کشتیگیر شکست میخوره و نتیجه کشتیه 11/7 به سود توماس گیلمان رقم میخوره. مسابقات رنکینگ تر تا جهانی کشتی تونس. خب عزیزان امیدوارم که از دیدن کشتی لذت برده باشین. اگر دوست دارید که ویدئوهای بعدی رو هم با ما ببینید و با ما همراه باشید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کلش رو فعال کنید، ببینید که ویدئوهای بعدی در کانال بارگذاری میشه، یوتیوب به شما پیام میده و دیدن کشتی ها لذت میبرید. نظراتتون رو هم برای ما کامنت کنید که به نظر شما تو وزن 57 کیلوگرم کدوم یکی از کشتیگیر ما در حال حاضر ایدئال و شش دنگ هستش برای المپیک. دوستان بدرود.